سلام، امروز اومدیم با نرم افزار پولار آشنا بشیم. نرم افزار پولار برای دادن افکت به تصویر و تفاوتی که با بقیه نرم افزارها داره اینه که فقط یک سری کدها و افکت های از پیش تعیین شده نداره و میشه بهش افکت و کد اضافه کرد و از اونها استفاده کرد و به خاطر همین طرفدارهای خیلی زیادی رو در بین ادیتورها به خودش جذب کرده. قبل از هر چیزی باید اضافه کنم که اگه میخواید اپلیکیشن هایی که معرفی میکنیم رو دانلود کنید و از امکاناتی که در آینده قرار در اختیارتون قرار بدیم استفاده کنید، حتما توی کانال تلگرامی ما که روی صفحه میاد جوین بشید تا بتونید از پست ها استفاده کنید. قبل از شروع آموزش لطفا یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا از آپدیت های جدید ما با خبر بشید. برای اینکه به قابلیت این برنامه پی ببرید، ما عکس قبل و بعد افکت رو براتون اضافه کردیم. حالا میریم سراغ برنامه. برنامه پولار رو وقتی باز میکنید با زدن روی اوپن فوتوز عکساتون رو بهتون نشون میده که البته چند دقیقه طول میکشه تا عکساتون رو لود کنه. البته اگه مثل من تعداد عکس گالریتون خیلی زیاد باشه، بعد از حدود 2-3 دقیقه عکس روی صفحه ظاهر میشه. البته توجه داشته باشید که قبل از استفاده از پولار حتما باید به عکستون رمینی بدید، یعنی اون رو با کیفیت کرده باشید که آموزشش رو قبلا گذاشتن. وقتی عکساتون ظاهر شد، روی عکسی که میخواد به اون افکت بدید کلیک میکنید و اون عکس به برنامه اضافه میشه. بعد از اون روی گزینه ما استالت کلیک میکنید و میتونید افکتایی که به پولارتون اد کردید رو ببینید. البته کسایی که پولار رو به تازگی نصب کردن هنوز هیچ افکتی داخل پولارشون ندارن. با جون شدن داخل چنل تلگرامیمون که روی صفحه میاد میتونید از کدهایی که داخل چنل میذارم استفاده کنید. اما چطوری این کدها رو به پولارمون اد کنیم؟ خیلی ساده است. شما با زدن روی گزینه ایمپورت فیلتر میتونید 4 تا گزینه رو روی صفحه ببینید که حتما باید روی گزینه اول یعنی گزینه ایمپورت QR کد بزنید. وقتی روی این گزینه میزنین وارد فایل های گوشیتون میشه و شما کد هایی که قبلا از چنل تلگرامی ما سیو کردید رو میتونید ببینید داخل این قسمت. شما با زدن روی هر کدوم از این تصویرهایی که توی چنل ما سیو کردید میتونید یک کد جدید داشته باشید. وقتی روی عکس مورد نظر کلیک میکنید یه همچین صفحه‌ای واسهتون باز میشه که شما باید روی گزینه سیو فیلتر کلیک کنید. بعد از اینکه روی این گزینه زدید، فیلتر شما داخل پولار سیف شده. میتونید روی ضربدری که اون بالا هست کلیک کنید و بعد دوباره این مراحل رو تکرار کنید و کدهای جدیدی رو به پولارتون اضافه کنید. شما با استفاده از این برنامه میتونید از کدهای مختلفی استفاده کنید و به راحت ترین شکل ممکن ادیتای خیلی جذابی با رنگهای خیلی خفن و باحالی داشته باشید. بعد از اینکه دونه به دونه کداتون رو توی پولار اضافه کردید، میتونید با کلیک روی هر گزینه‌ای که الان توی قسمت مای استالز برای شما به نمایش گذاشته، کدها رو امتحان کنید و ببینید که آیا این کد روی تصویر میشینه یا نه. بعضی از کدها هستن که برای یک سری از عکس‌ها مناسبن و برای یک سری از عکس‌ها اصلا مناسب نیستن و رنگشون رو خراب می‌کنن. بنابراین تو انتخاب کدتون حتما باید دقت کنید و کدی که بهتر روی تصویر میشینه رو انتخاب کنید. توجه داشته باشید که حتما بعد از اینکه کد مورد نظرتون رو انتخاب کردید و میخواستید اون رو سیو کنید، اول روی گزینه تیکی که اون گوشه تصویر میتونید ببینیدش کلیک کنید و بعد از اون روی گزینه دانلود بزنید و بعد وقتی روی گزینه دانلود زدید چند تا گزینه برای شما باز میکنه و شما با زدن روی گزینه سیو نیو فوتو میتونید عکستون رو سیو کنید و توی گالریتون ذخیره کنید. خب اینم از آموزش این دفعه ما. یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومده و میخواید ادیت رو با ما پله به پله یاد بگیرید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو بزنید تا از آپدیت های جدید ما با خبر بشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.